به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید جور سالم و صحتمند باشید به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک صنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شاگردای عزیز شماره واساب ما محد دو سفر 64 78 و شما می که از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. اگر آماده هستید با انرژی هرچه تمامتر جلسه سیزده با هم دیگه آغاز کنیم در فصل پنجم قرار داریم با موضوع قوه ها امروز قصد داریم در رابطه با دو تا قوه مهم صحبت کنیم قوه های عمل و عکس عمل و در ادامه هم قوه جاذبه و در رابطه با وزن اجسام با همدیگه صحبت خواهیم کرد اما قبل از شروع درس مروری بر درس جلسه قبل داشته باشیم در درس جلسه قبل ما در رابطه با محصله قوه ها صحبت کردیم محصله قوه ها چی بود؟ گفتیم که قوه که بتانه کار بقیه قوه ها را به تنهایی انجام بده ما میگیم به یک محصله قوه ها طریقه دریافت چیم خدمت شما از آن گفتیم باز هم مثال میزنیم تا به خوبی در ذهن شما جای بگیره خب به مثال ها توجه کنید اگر ما یک جسم داشته باشیم این جسم مایه سعی شد حالا یک قوه به این سمت وارد میشه قوه F1 قوه رو با F نمایش میدادیم دیگه اول کلمه فورس بود دیگه خب میگیم که F1 برابر با 120 نیوتن وایدشم گفتیم نیوتن هم قوه دیگه اینا همه هم یاداوریه خب یک قوه دیگه باز هم به این سمت وارد میشه شاگردای عزیز قوه f دو مساوی میشه با f دو رو هم برابر با 180 در نیوتن در نظر میگیره سعی شد خب یک قوه دیگه هم به این سمت وارد میشه قوه f سه این قوه را قیمتش قرار میدیم برابر با پینجا نیوتن از ما خواسته شده که محصله قوه ها را دریافت کنیم خب برای حل این سوال چی کار کنیم؟ میگیم که ما در درس جلسه قبل گفتیم قوه هایی که در یک جهت قرار دارن با هم جمع میکنیم قوه هایی که جهت های اینها با هم فرق میکنن مختلف الجهت هستن اینها را از هم دیگه کم میکنیم دیگه منفی میکنیم اینها را خب الان نگاه میکنیم این سوال سه تا قوه بر جسم ما وارد شده F1 F2 و F3 F1 و F2 در یک جهت قرار دارن پس ما اگر اینها رو با هم جمع کنیم یک محصله قوه میتونم اینجا دریافت کنم پس چی میگم؟ میگم یک قوه اینجا تعریف میکنم مثلا به نام F4 F4 محسله ای دوتا قوه گفتیم که محسله قوه ها قوه که به تنهایی میتونه کار بقیه قوه ها رو انجام بده اینجا F1 دارم F2 F4 رو میگیم محسله دو دوتا قویه پس میگیم چون دو دوتا قوه ها. در یک جهت قرار دارن با هم دیگه جمعش میکنم فعلا کار به F3 ندارم پس اینا رو با هم جمع میکنم میگم که F1 جمع F2 مساوی میشه با F1 120 نیوتن F2 هم 180 نیوتن ها. خب با هم جمع میکنیم 100 با 100 میشه 200 20 و 80 هم که با هم جمع کنیم برابر کلن برابر با 300 نیوتن میشه دیگه سعی شد پس F4 ما دریافت کردم 300 نیوتن پس اینجا شکل خودت تغییر میدم میگم که بجای F1 و F2 قوه F4 قرار میدم پس اینها رو کار ندارم میگم کلا یک قوه اینجا به جسم وارد میشه به نام F4 مساوی با 300 نیوتن F4 چیه؟ محصله دو تا قوه خب الان جسم ما تنها دو قوه بهش وارد میشه یک اف 4 که معصله ای دو و یکی هم اف 3 الان باز هم باید معصله بگیرم دیگه میگم که معصله کلی با آر نمایش میدم میگم که آر مساوی میشه با حالا نگاه میکنم اف 4 به این سمت اف 3 به این سمت پس مختلف الجهت هستن دیگه پس اینها باید از هم دیگه کم شوند منفی شوند چیکار میکردیم کوچیک ترارم منفی بزرگتر میکردیم دیگه پس میگیم چیه؟ میگیم که F4 منفی F3 میکنیم مساوی میشه با F4 300 نیوتنه منفی F3 هم که 50 نیوتنه این هم قرار میدیم وقتی که منفی میکنیم 300 منفی 50 برابر با 250 نیوتن میشه پس محصله قوه هایی که کلن بر جسم ما وارد شد برابر با 250 نیوتن شد دیگه جهتش به کدام سمته شما بگید شاگرد عزیز آفرین جهتش به این سمت دیگه جهتش به سمت قوه بزرگتره دیگه پس 250 نیوتن جهتم هم به این سمت هست این شد محصله قوه ها پس شاید عزیز در درس جلسه قبل ما فقط دو قوه رو بررسی میکردیم مثلا فقط f1 و f2 داشتیم و f3 را قرار نمیدادیم در این جلسه آمدیم سه قوه قرار دادیم شاید چهار قوه باشه شاید پنج قوه باشه اما وقتی ما قوانین کار را بدانیم که به چه صورت باید انجام بده میتونیم برایتی سوال حل کنیم اینجا قوه F1 F2 در یک جهت بر جسم وارد شده بودن پس یک محصله از این دوتا گرفتم با F4 نمایش دادم F4 محصله ای دوتا شد پس اینجا به جای f 1 و f 2 f 4 قرار دادم اینجا هم که f 3 داشتم باز هم بین f 3 و f 4 یک محصله دیگه گرفتم و محصله کلی که با آر نمایش میدادیم تانستم که دریافت کنیم این شد از محصله قوا به این صورت اما در درس جلسه قبل شاگرد عزیز ما خدمت شما عزیزان گفتیم که اگر دو قوه با هم زاویه بسازن چی کار میکنیم در اینجا گفتیم که از روش هندسی استفاده میکنیم فقط برای رسم ما به شما گفتیم یعنی طریقه محاسبه از او که فرمول داره چون در کتاب درسی شما نیامده و در سنف بالاتر شما با از آشنا میشید ما فقط طریقه رسم میشه به شما عزیزان گفتیم خب یک مثال بزنیم باز هم چون خیلی مهم هسته که شما بتانید محصله قواه را دریافت کنید یک مثال بزنیم تا باز هم یادآوری شود. خب وقتی که قوه ها با همدیگه زاویه بسازن مثلا ما یک جسم داریم اینجا یک قوه F1 به صورت وارد شده یک قوه F2 هم به این صورت بر جسم ما وارد شده در رابطه با طریقه محاسبه از این گفتیم با در های بعد صحبت خواهیم کرد فقط رسم میشه میخوایم یاد بگیریم میگیم که حالا میخوایم قوه محصله رو رسم کنیم چه کار میکنیم میگیم که خارج از جسم اینجا یک قوه مسای با اف یک رسم میکنم از ابتدای اف یک اف دو رو هم رسم میکنم اینجا این تا اینجای ای کار حالا در ادامه چیکار کار میکنیم؟ میگیم که از انجام اف یک موازی با اف دو رسم میکنم به این صورت از انجام اف دو موازی با اف یک رسم میکنیم به این صورت صحیح شد؟ شکلی که ایجاد میشه متوازی لایه حالا قطر متوازی لزلا رو اگه شما رسم کنید این برابر میشه با محصله قوه ها پس قطر متوازی لزلا محصله قوا رو به ما نشان میده پس شد طریقه رسم قوه محصله وقتی که دو قوه با همدیگه زاویه بسازن و در ادامه در رابطه با مومنت قوت صحبت کردیم اینا رو که ما مرور میکنیم چون مباحث بسیار مهمی هسته در فیزیک که در آینده ما با اینها خیلی سر و کار خواهیم داشت پس خواهش میکنم که این مطالب به خوبی یاد بگیرید مومنت قوت چی بود گفتیم که مومنت قوه اثر چرخشی یک قوه بعضی قوه ها میتونن که اجسام به چرخش در بیارن مثلا وقتی ما یک رنچ به دست خودمان میگیریم با این رنج پیچ باز میکنیم اینجا ما یک قوه چرخشی وارد میکنیم دیگه سیسته؟ پایی میگیم چی؟ مومنت قوه خب یک سوال با هم ببینیم اثر چرخشی یا مومنت یک قوه به چه عوامل بستگی داره؟ خب این سوال ما در جلسه قبل به شما عزیزان جوابش گفتیم امیدوارم که به خاطر داشته باشید خب این سوال شکلش رسم کنیم با همدیگه حل کنیم تا مومنت قوام برای شما یک یادآوری شود یک رنج دیگه سایسته شما رنج زیاد دیدین خب و قصد داریم که یک مهره رو باز کنیم یک مهره اینجا قرار داره میخوایم با این رنج مهره رو باز کنیم میگیم که اگر ما به اینجا یک قوه وارد کنیم قوه F توسط دستان خودمان این رنج گرفتیم قصد داریم رنج بچرخانیم دیگه پس یک قوه اینجا وارد میکنیم قوه F برای این نقطه چی میگیم؟ نقطه اثر دیگه حالا این نقطه ای که رنج با پیچ ما یا با مهره ما در تماس هسته برای این میگیم نقطه اتکا صحیح شد؟ خب حالا میگیم اثر چرخش یا مومنت قوه به چی عوامل بستگی داره؟ یک به F بستگی داره هرچی F شما بزرگتر باشه هرچی شما قوه بیشتری رو وارد کنید پس در نتیجه مومنت بیشتری دارید سیسته؟ اثر چرخشی بیشتری دارید یک پس به خود F بستگی داره دو گفتیم به با بازوی قوه بستگی داره بازوی قوه چیه؟ فاصله ای که بین نقطه اتکا و نقطه اثر وجود داره این فاصله هرچی بیشتر باشه مومنت ما بیشتره پس به همین دلیل است که ما برای باز کردن پیچ هایی که بسیار سفت شده از رنج با دسته بلند استفاده می چرا چون فاصله بین نقطه اثر و نقطه اتکا بیشتر میشه پس مومنت بیشتری هم ما داریم در رابطه با فرمول محاسبه ازی هم گفتیم که اگر ما قوه که اف هسته ضرب در فاصله عمودی کنیم دیگه فاصله عمودی چیه یه قوه مایه فاصله عمودی تا نقطه اتکا این فاصله میشه دیگه صحیحسته؟ میبینید که F برای فاصله عموده پس شما اگر قوه را ضرب در فاصله عمودی تا نقطه کجا اتکا بکنید دیگه صحیحسته؟ نقطه اتکا این نقطه اگر شما این را در هم ضرب کنید میتونید مومنت قوه را دریافت کنید که در درس جلسه قبل در رابطه بازی صحبت کردیم و در دیگه ادامه نخواهیم داد اما وارد درس امروزمان میشیم در رابطه با قوه های عمل و عکس العمل قرار داریم که صحبت کنیم گاهی اوقات پیش آمده که شما یک ضربه محکم به یک جسمی مثلا به دیوار میزنید دستتان درد میگیرن صحیح شد؟ تا حالا فکر کردید که چرا وقتی شما ضربه میزنید دست شما درد میگیره یا زمانی هست که خدایی نکرده یک نفر با موتر به یک مانه برخورد میکنه به یک دیوار برخورد میکنه خب این فرد با موتر به دیوار زده چرا موتر فرد خراب میشه چرا موتر فرد دچار آسیب دیدگی میشه تا حالا به این موضوع فکر کردید یا زمانی که شما یک توپ به زمین میزنید توپ بر میگرده خب علتش چی هستن قصد داریم که امروز در رابطه با یک قانون بسیار مهم صحبت کنیم به نام قانون سوم نیوتن آقای نیوتن سه تا قانون داره قانون اول دوم و سوم که در سنف های بعدی با این سه تا قانون به خوبی ما آشنا خواهیم شد قانون اول قانون دوم همه اینا فرمول دارن در سنف های بعد آشنا میشیم اما در این سنف چون فقط یک اشاره ای داره به قواه های عمل و عکس العمل ما قصد داریم که این قانون بیان کنیم قانون چه میگه قانون سوم نیوتن دیگه در رابطه با قوا عمل و عکس العمل صحبت میکنه میگه فرض کنید که شما دو تا جسم دارید جسم یک و جسم دو این دو تا جسم با هم در تماس هستند هرگاه جسم یک به جسم دو قوه وارد کند سایست جسم یک ما یک قوه وارد میکنه مثلا پینجان نیوتن سر نیوتن هر چیزی جسم دو هم قوه به همان بزرگی یعنی اندازش فرق نمیکنه اگه جسم یک پینجان نیوتن وارد کرد جسم دو هم پینجان نیوتن قوه وارد میکنه ولی در خلاف جهت قوه اولی سعی شد به میگیم قانون سوم نیوتن در نتیجه میتونیم بگیم که برای هر عملی یک عکس عملی وجود داره مساوی ولی در خلاف جهت از اون. خب بیشتر این توضیح بدیم روی شکل خب قانون سوم نیوتن چی میگه میگه شما دو تا جسم دارید یک جسم اول شما مثلا جسم A هست یک جسم دیگه هم دارید این جسم شما جسم B این دو تا جسم با همدیگه در تماس هستند. خب حالا جسم اول شما یعنی جسم A با جسم دوم قوه وارد میکنه مثلا قوه برابر با F1 مساوی با 50 نیوتن این جسم یک به جسم دو قوه وارد کرد قانون سوم نیوتن چی میگه قانون سوم نیوتن میگه جسم دوم هم همین مقدار قوه که مثلا ما رو با اف 2 نمایش میدیم به جسم اول وارد میکنه مقدارش همون مقداره ولی در خلاف جهتش ای اگه به سمت راست وارد کرد جسم B یا جسم دوم به سمت چپ یا قوه را وارد میکنه اگر ای به سمت پایین قوه را وارد کرد جسم بعدی ما به سمت بالا وارد میکنه پس مقدار قوه ها با هم برابرن ولی جهت های اینها با هم دیگه متفاوت فرق میکنه میشه چی قانون سوم نیوتن حالا ما با یکی از این قوه ها میگیم قوه عمل و به قوه بعدی که در جواب یه قوه وارد شدن میگیم قوه عکس دیگه فرقی هم نمیکنه که شما یه قوه را عمل بگیرید یا یه قوه را. مهم اینه که یکی از قوه ها قوه عمل هسته و قوه دیگر ما قوه عکس العمل هسته پس این میشه قانون سوم نیوتن قوه های عمل و عکس العمل خب حالا علایق های عمل و عکس العمل ویژگی هایی داره این ویژگی ها رو در کتاب به شما نگفته ولی ما اینها ها رو دانه دانه برای شما بررسی خواهیم کرد اولین ویژگی اینه که قوه های عمل و عکس العمل از یک نو هستند مثلا هر دویشون برقیان یا هر دویشون مغناطیسی فرقی نمیکنه صحیح شد پس هر دوی اینها از یک نوستا نمیشه که یکی از قوه ها مثلا قوه عمل ما برقی باشه قوه عکس عمل ما مغناطیسی باشه نه نمیشه هر دو تاش باید از یک نو باشن پس این میشه ویژگی اول ویژگی دوم میگیم که برای تشکیل قوه های عمل و عکس عمل حتما باید دو جسم موجود باشه پس ما برای یک جسم قوه عمل و عکس عمل بررسی نخواهیم کرد برای دو جسم بررسی میکنیم تا یکی از قواه ها عمل باشه یک قواه دیگه ما اکسل عمل باشه ویژگی می سوم میگه قواه های عمل و اکسل عمل همیشه هم اگر عمل پنجا نیوتن بود عکس العمل هم پنجا نیوتن ها. اگر عمل 100 نیوتن بود عکس العمل هم 100 نیوتن صحیح شد پس اینا همواره هم و اصلا به بزرگی یا سنگینی جسم ربطی ندارن شما دیدید دیگه در مثالی که در حالت قبلی حل کردیم ما جسم ای بزرگتر رسم کردیم جسم بیرم رم کوچکتر رسم کردیم هدف ما همین بود که همین ویژگی به شما بگیم که قواهای عمل و عکس عمل هر دوش یک اندازه اصلا به اندازه جسم و سنگینی جسم ربطی نداره که اگر مثلا جسم A شما بزرگتر بود پس قوای بیشتری داره نه هر دو قوه با هم دیگه برابرند ویژگی بعدی میگه که همواره در خلاف جهت همدیگه هستن یعنی قواه عمل و عکس العمل همیشه مختلف جهت هستن ویژگی بعدی چی میگه میگه این دو قوه بر همدیگه دیگه مقدم یا مؤخر نیستن هر دو تا با هم به وجود میان با هم, هم از بین میرون سعی سعی که قوای عمل زودتر به وجود بیه عکس بعد از اون نه هر دو تاش با هم به وجود میه با هم, هم از بین میرون. و ویژگی آخر که قصد داریم بگیم این که قوه های عمل و عکس همدیگر خونسا میکنن و محصله اینها صفره پس اگر در یک سوالی به شما داد شما میتونید جواب بگین که محسله دو تا قوه برابر با صفره چرا؟ چون شما دیدید دیگه هر دویشان یک اندازه بود ولی چون جهت های اینا با هم فرق میکرد اگر طبق قوانینی که ما در درس جلسه قبل و در همین جلسه با هم مرور کردیم بخوایم محصله اینها رو دریافت کنیم چون اینها مختلف جده هستن پس وقتی اینا رو از هم دیگه کم میکنیم میشه صفر دیگه پس این دوتا قوه همدیگر خونسا میکنن و محصله اینها همواره برابر با صفر خواهد بود. خب شاگردای عزیز شما که قانون سوم نیوتن به خوبی یاد گرفتید قوای عمل عکس العمل شناختید یک سوال با هم دیگه حل کنیم که سوال کانکور هم بوده بر اساس قانون نیوتن قوای عمل و عکس العمل همواره هم اندازه هستند تا اینجای سوال که تعریف بود ولی جهت های آنها جای خالی یک هم جهت دو مساوی جهت سه در جهت های مخالف چهار منطبق خب کدام گزینه نمیشه گفتیم که قوای عمل و عکس عمل هم اندازن ولی جهت ها اینها با هم فرق می میکنن پس گزینه سوم یعنی در جهت های مخالف هم دیگه قرار دارن خب قوای عمل عکس عمل یاد گرفتیم الان قصد داریم که در رابطه با قوای جاذبه زمین با هم دیگه صحبت کنیم تا حالا فکر کردید وقتی که ما اجسام رها میکنیم یه اجسام همواره به سطح زمین میاد یعنی به سمت پایین میاد هیچ وقت یک جسمی که شما رها میکنید به سمت بالا نمیره خب علت داره دیگه حتما دیگه سعیستا علتش برمیگرده به قوه جاذبه زمین میگم که قوه جاذبه زمین قوه که از طرف زمین بر اجسام وارد میشه و اجسام به سمت خودش میکشه به قوه میگیم قوه جاذبه زمین دیگه سعی شد پس قوه به زمین چیه قوه که از طرف زمین بر کتله اجسام وارد میشه و اجسام به سمت خودش میکشه حالا طبق موضوعی که گفتیم یعنی قوه جاذبه که ما تعریف کردیم قصد داریم یک نکته بسیار مهم یعنی یک تفاوت با هم دیگه یاد بگیریم که همواره ایر ما اشتباه میکنیم در زندگی روزمره بارها و بارها اصطلاحات ما از همدیگه تفکیک نمیتونیم و اشتباه میکنیم و هم چیه؟ تفاوت کتله و وزنه این دوتا رو ما باید بفهمیم که این دوتا واقعا با همدیگه متفاوته. میگیم کتلت چیه؟ شما قبلا هم یاد گرفتین مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم میشه کتله جسم واحدش هم کیلوگرم یا گرمه. مثلا شما وقتی میرین که یک چیز میخرید میگیم که ده کیلوگرم یا پنج کیلوگرم از فلان چیز به ما بده پنج کیلوگرم کچالو به ما بده سعیسته؟ خب این میشه کتله جسم در واقع مقدار ماده تشکیل دهنده جسم ما میگیم کتله جسم اما در مقابل کتله جسم میگیم چه وزن قرار داره او قوه گرانش یا او قوه جاذبه ای که زمین بر کتله اجسام وارد میکنه و اجسام به سمت خودش میکشه او میشه وزن جسم وزن جسم هم که باید گیرش نیوتن یا داین هستن خب حالا وزن ما چه قسمی دریافت کنیم به تخت سیا نگاه کنید میگیم اگه ما یک جسم داشته باشیم فرض کنید جسم مایه کتله جسم که با ام نمایش میدن به ما داده 50 کیلوگرم. این کتله جسمه یعنی مقدار ماده تشکیل دهنده این جسم هسته وزن جسم نیسته کتله جسمه خب حالا به ما میگه وزن دریافت کنیم میگیم که وزن ما به این صورت دریافت میکنیم میگیم که مساوی با ام جی میشه وزن چی تعریف کردیم؟ گفتیم اون قوه جاذبه که زمین بر اجسام وارد میکنه دیگه خب جی چیه؟ شتاب گرانشه دیگه مقدارش هم هستن 9.8 که ما اینو تقریبا برای راحتی کار برابر با ده همیشه میگیریم دیگه سیسته؟ پس شما اگر کتله جسم ضرب در ده کنید وزن جسم دریافت میشه پس اگر بخوایم وزن جسم الان دریافت کنیم میگیم که مساوی میشه با امش چنده پینجا کیلو گرام جی هم که ما گفتیم همیشه برابر با ده میگیریم مگر که خود سوال به شما اشاره 9.8 بگیرید مثلا در بعضی سوالاتی که در امتحانات حل میکنیم یا بعضی سوالاتی که در کانکور حل میکنیم خود طراح سوال به ما میگه که شما جیر 9.8 بگیرید اینجا دیگه شما 9.8 بگیرید اما اگه نگفت دیگه شما برای راحتی کار برای راحتی محاسبات جیر برابر با 10 بگیرید حالا ما 50 در 10 اگه کنیم برابر با 500 نیوتن میشه این میشه وزن جسم صحیح شد پس تفاوت وجود داره بین کتله جسم و وزن جسم اشتباه نکنید کتله میشه مقدار ماده تشکیل دهنده واحدش کیلوگرم گرم ولی وزن میشه چی کتله جسم ما ضرب در ده میکنیم تا او قوه جاذبه که زمین بر جسم وارد میکنه بتونیم دریافت کنیم و واحدش هم هست نیوتن یا داین دیگه صحیح شد خب شاید عزیز این نکته ای که گفتیم در رابطه با وزن جسم و قوه گرانشی میگیم که وزن یک جسم به اندازه فاصله جسم از مرکز زمین بستگی داره هرچی که شما از زمین دورتر و دورتر شوین وزن کمتر میشه مثلا شما فضانوردار دیدین دیگه اینا وقتی که هرچی از سطح زمین دورتر میشن به نقاط میرسن که وزن اینها کمتره دیگه چرا؟ چون از سطح زمین دورتر و دورتر شدن خب شاگردان عزیز درس امروز ما هم خلاص شد اگر سوالی شما دارید به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم الله یارتان